همزمان با مراسم بزرگداشت اربعین حسینی در عراق و سایر کشورها، دانش آموزان مدرسه اسلامی در ویرجینیای آمریکا نیز اقدام به برگزاری مراسم و اقامه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام نمودند. برگزار کنندگان این مراسم هدف از این اقدام را انتقال فرهنگ عزاداری شیعیان و چگونگی آن و آداب و رسوم مربوط به آن دانستند و امیدوارند تا به این شیوه بتوانند دانش آموزان شیعی که در آمریکا زندگی می کنند را با یاد و اهداف امام حسین علیه السلام آشنا و مأنوس کنند. گفتنی است در این مراسم از اولیای دانش آموزان که از ملیت‌های مختلف می باشند درخواست می شود تا موکبی راه اندازی کنند و سایر دانش آموزان را با فرهنگ عزاداری و اربعین در کشور خودشان آشنا نمایند. خانم هورا زاکری، مدیر مدرسه اسلامی ویرجینیا، پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. خانم زاکری، سلام و عرض ادب. خانم زاکری، صدای منو دریافت میکنید؟ بله، سلام علیکم. سلام خدمت شما و عرض ادب. خانم زاکری، لطفاً در رابطه با فعالیت‌های مدرسه اسلامی ویرجینیا به ویژه در ایام اربعین برای بینندگان محترم توضیح بفرمایید. خانم زاکری، صدای منو دریافت میکنید؟ الو، من صدای شما رو دریافت میکنم. شما صدای منو دارید؟ خانم زاکری، صدای منو دریافت میکنید؟ سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ما در مدرسه امام علی علیه السلام مفتخر هستیم که برنامه رو به نام اربعین در سراسر دنیا اجرا کنیم. یک چند سالی هستش که در ایام اربعین تونستیم که این برنامه رو برای دانش آموزان خودمون داشته باشیم. مخاطبان ما در این برنامه کودکان و دانش آموزانی هستن که در کشور آمریکا به دنیا اومدن و بزرگ میشن، اما این بچه ها از خانواده های دیگه از سراسر کشورهای دنیا به آمریکا مهاجرت کردن، لذا از فرهنگ های مختلفی هستن، اما زبان اصلی این بچه ها زبان انگلیسی هستش و به اندازه بچه هایی که در کشورهای اسلامی و در کشورهای دیگه زندگی می کنن موقعیت این رو ندارن که با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام آشنا بشن. لذا هدف ما این هستش که به وسیله برنامه اربعین در سراسر دنیا شمه ای از آنچه که در کشور عراق و در ایام اربعین و در ایام پیاده روی اربعین اتفاق میفته رو برای این بچه ها به نمایش بذاریم. در این برنامه ما از نماینده های کشورهای مختلف، از خانواده هایی که شیعه هستند اما از کشورهای مختلفی به آمریکا مهاجرت کردند، دعوت می کنیم تا به برپا کردن موکب هایی در مدرسه ما بپردازند. یعنی در روز اربعین این خانواده ها موکب هایی رو برقرار می کنند در مدرسه ما و به نمایندگی از شیعیان کشور خودشون آنچه که شیعیان در کشورهای مادری این بچه ها و به آن نحوی که شیعیان در این کشورها به عزاداری امام حسین علیه السلام می پردازن رو معرفی می کنن برای این کشور بچه هایی که در کشور غربی بزرگ می شن. توی این مواکب ما از غذاهای سنتی کشورهای مختلف استفاده میکنیم. هر نماینده هر کشوری غذای سنتی خودش رو که در عزاداری امام حسین علیه السلام استفاده میشه و سرو میشه رو به بچه ها سرو میکنن. همچنین از سیاه کوبی های مختلفی که کشورهای مختلف از اونها استفاده میکنن برای تجدید و عزاداری امام حسین علیه السلام، از این سیاه
چاقوبی ها ما استفاده میکنیم. بازدید کنندگان این موکب ها وقتی که میرن و از این موکب ها دیدن میکنن، با فرهنگ شیعه در کشورهای مختلف آشنا میشن و این نشان دهنده این هستش که شیعیان محدود به زبان خاصی نیستن، محدود به کشور خاصی نیستن، بلکه محبت اهل بیت علیه السلام کاملا جهانی هستش. هدفی که ما از این برنامه داریم، یک این هستش که بتونیم تنوع شیعیان جهان رو به نمایش بذاریم، دوم نسل آینده خودمون رو در کشورهای غیر اسلامی رشد میکنن رو با شیعیان اقصی نقاط دنیا آشنا بکنیم، و سوم ما از این برنامه استفاده میکنیم تا ارتباط این بچه ها رو با امام زمان علیه السلام تقویت کنیم، یعنی با به نمایش گذاشتن روحیه اخوت، با به نمایش گذاشتن روحیه مهربانی در ایام اربعین. ما به بچه ها یادآوری میکنیم که انشاءالله ما امیدوار هستیم که در زمان حکومت امام زمان علیه السلام ما با این روحیه اخوت بیشتر آشنا بشیم، و بعد از اینکه خانواده ها از موکب های مختلف دیدن کردن و با فرهنگ مذهبی کشورهای مختلف آشنا شدن، در آخر با خواندن زیارت اربعین آقا امام حسین علیه السلام تجدید عهدی میکنیم با امام زمانمون و با امام حسین علیه السلام. الله که ما نماینده اهل بیت باشیم در کشورهای غیر اسلامی و فرهنگ امام حسین علیه السلام رو بتونیم گسترش بدیم انشاءالله. ممنونم. با تشکر از خانم هورا زکری، مدیر مدرسه اسلامی ویرجینیا، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.